پس خداوندی هم اگر بگیریم که ناظمه و تنظیم کننده قوانین طبیعت، اشکال داره. برای اینکه اول این عالم کاملا نامنظمه. یک مشکلی که متاسفانه وجود داره این هست که بسیاری آدم ها چون از حوزه های علوم اجتماعی میان و انسانی میان، فکر میکنن نظم معادل قانونه. یعنی دقیقاً برای اینکه ما در یک جامعه میدونیم اگر قوانین نباشن اجتماع سر به آشوب میکشه، بی نظمی به وجود میاد. مثلا اگه قوانین راهنمایی رانندگی ما برداریم از شهرهای بزرگ دنیا، ببینید چه باغ وحشی میشه. حتی در جایی که قوانین هستم بسیاری از مردم وقتی قوانین رعایت نمی کنن، سیستم شهری، رانندگی شهری به هم میریزه. اما در طبیعت هیچ رابطه‌ای بین نظم و قانون وجود نداره. اتفاقا این دوستان باورمند به جای اینکه اینقدر اصرار کنن که عالم منظمه، چون نظمی در عالم وجود نداره و اتفاقا حیات و زندگی نتیجه بی نظمی در عالم هست، اگر اشارهشون این بود که چرا طبیعت قانونمنده، پاسخ علم این است که نمیدونه. ما نمیدونیم چرا عالم، کیهان، طبیعت قانونمنده. این بی نظمی هم که اتفاقا در عالم هست قانونمنده، ولی به لحاظ علمی ما نمیدونیم که آیا این قوانین بودن که باعث پیدایش کیهانی به این شکل شدن، یا اینکه قوانین پس از پیدایش این عالم به وجود اومده. ولی اگر کسی اونها رو نوشته، این قوانین بسیار ناعادلانه است، ایرادهای بزرگی به لحاظ انسانی توش وجود داره، بیماری هایی که وجود داره، بیماری های لاعلاجی که وجود داره، تاریخ بشر، تاریخ کیهان نشان دهنده از همه این بی‌عدالتی هاست که سخت میشه پذیرفت کسی که دارای یک خرد عالی هست بخواد یک چنین قوانین ظالمانه ای رو در طبیعت حکم فرما بکنه. بنابراین اگه خیلی به طور ساده بخوام بهتون بگم، هیچ یکی از این سه تعریفی که ما از خدا دادیم با علم همخوانی نداره. در بهترین حالت میتونیم بگیم که قطعا در مورد پروردگار علم رد میکنه وجود چنین موجودیتی رو که دائما بخواد دخالت کنه قوانین طبیعت رو برای بعضی از اشخاص مورد توجهش تغییر بده. یعنی این خدا خداوند پارتی بازیه، برای اینکه برای بعضی ها قوانین طبیعتی رو که خودش وضع کرده تحت یک شرایط خاصی عوض میکنه. خب چرا باید این کار بکنه؟ تو پس عدالت همینجا میره زیر سوال. چرا باید من اگر که به مسیح اعتقاد دارم اوضاع برای من گونه دیگه باشه، یا اگر به امام اول شیعیان باور دارم من بهشتی بشم، اونی که باور نداره جهنمی بشه؟ یعنی یک نوع تبعیض از همون اول توی این سیستم وجود داره که به لحاظ علمی و به لحاظ اخلاقی، به لحاظ منطقی اصلا جور در نمیاد. در تنها جایی که من میگم علم موردش سکوت میکنه آفریدگار هست، برای اینکه ما نمیدونیم که آیا یک نان اینتراکتیو گاد، یک خدای غیر متعامل، یک خدای که برهم کنش نمی کنه، خدایی که چیزی رو به وجود آورد، یا خدایانی که چیزی رو به وجود آوردن و رفتن پی کارشون، رو چون اثری الان ازشون توی این کیهان نیست، در طبیعت نیست، از حوزه علم